بریم چند تا سوال پیشرفته با هم حل بکنیم. اولین سوال میاد میگه که مجموع زوایای داخلی یک چند ضلعی برابر با 720 درجه میباشد، این چند ضلعی چند تا قطر داره؟ خب اولین سوال ما تو این مباحثی که مطرح شده چیه؟ میگه مجموع زوایای داخلیش بوده 720. اصلا ما چند ضلعی که گفته چند تا ضلع داره میتونیم پیدا بکنیم که چند ضلعیه؟ نگاه کن، ما فرمولی که داشتیم چیه؟ میگه مجموع زوایای داخلی n ضلع. این فرمول همه بلدیم، مجموع زوایای داخلی n ضلع چیه؟ میاد میگه n منهای 2 ضرب در 180. اینجا به ما گفته برابر با 720، یعنی این عبارت n منهای 2 ضرب در 180 تو برابر با 720 قرار بده. خب حالا میتونی یا معادله حل بکنی یا حدس بزنی n چند بوده که منهای 2 شده ضرب در 180 شده 720. خیلی راحت میتونیم پیدا کنیم n ما 6 بوده، یعنی 6 ضلعی بوده. 6 منهای 2 میشه 4، 4 ضرب در 180 میشه 720. ما یه 6 ضلعی داریم، یعنی اینجا که گفته یک چند ضلعی، ما الان کشفش کردیم یک 6 ضلعی. حالا میگه این چند ضلعی، یعنی این 6 ضلعیه، چند تا قطر داره؟ تعداد قطر هم فرمولشو بلدیم، چیه؟ میشه تعداد قطر در 6 ضلعی، چون الان کشفش کردیم، میشه n در n منهای 3 تقسیم بر 2. به جای n مون میذاریم 6، 6 ضرب در 6 منهای 3 تقسیم بر 2، یعنی 6 ضرب در 3 تقسیم بر 2 برابر با 9. تعداد قطر ما میشه 9 تا. اول کاری اصلا به ما نگفت چند ضلعی، من باید از فرمول مجموع زوایای داخلی کشفش میکردم و بعدش حالا که فهمیدم چند ضلعیه تعداد قطرش رو نوشتم. بریم سراغ سوال بعد. میگه خمس نصف متمم مکمل 170 درجه برابر چیست؟ از این تیپ سوالا خیلی بچه‌ها باش سر و کار دارن. حالا نگاه کن، میای میگی که ما چجوری این سوالا رو حل میکنیم؟ از عددت بگیر بیا به سمت عقب. کسی نیاد بگه آقا خمس و ضرب در نصف کنم، نمیدونم ضرب در 90 بکنم. از این ابتکارات نزنید، از عددت بیا عقب، دونه دونه حساب کن. مکمل 170 درجه چی میشه؟ باید برای اینکه مکمل به دست بیاری 180 منهای زاویت کنی. 180 منهای 170 میشه 10 درجه. پس اینجا شد 10 درجه. حالا چی؟ حالا نوبت اینه که من متمم 10 درجه رو به دست بیارم. متمم 10 درجه میشه چی؟ باید 90 منهای 10 بکنم، میشه 80 درجه. حالا باید وقت اینه که نصف 80 درجه رو حساب بکنم. نصف 80 میشه چی؟ میشه 1/2 ضرب در 80 میشه 40. و در آخر باید خمس این 40 رو حساب بکنم، میشه 40 ضرب در 1/5 برابر با 8. پس جواب شما شد برابر با 8 درجه. درست شد؟ اگر یه همچین سوالی داشتیم متوالی پی در پی اومد گفتش خمس نصف سلس متمم مکمل و همینطوری ادامه داد، از عددت بگیر بیا به سمت عقب، خیلی راحت جواب مسئله رو به دست میاری. بریم سراغ سوال بعدی. نسبت دو زاویه متمم 2:3 می باشد، مکمل زاویه کوچکتر برابر با چیست؟ خب میگه که نسبت دو تا زاویه متمم رو بهت دادم، خب تو برو مکمل زاویه کوچیکه رو به دست بیار. هنوز ما زاویه‌مون رو به دست نیاوردیم، حالا در آخر ما باید مکمل زاویه کوچیکه رو هم به دست بیاریم. اما وقتی این صحبت از نسبت میکنه، ما رو میبره به سال ششم، نسبت و تناسب. وقتی گفتش نسبت دو تا زاویه 2:3، یادت میاد سال ششم چجوری حلش میکردیم؟ میومدیم میگفتیم جدول تناسب میکشیم، زاویه کوچیکتر زاویه بزرگتر مجموع. خب میگه نسبتش 2:3، یعنی 2:3 مجموع زوایاش هم میشه چقدر؟ 5. اما میدونیم مجموع دو تا زاویه متمم چقدره؟ 90 درجه است. اصلا من جدول تناسبمو سه تا ردیفه گذاشتم که بتونم یه سطر مجموع هم براش قرار بدم. چرا مجموع؟ چون میدونم مجموع دو تا زاویه میشه 90 درجه. اینجا میتونه کمکم بکنه. درسته؟ پس حالا باید جا خالی‌ها رو به دست بیارم. هر کدوم شروع میکنم به دست آوردن، زاویه کوچکتر هم میشه 90 ضرب در 2 تقسیم بر 5 برابر با 36 و زاویه بزرگتر هم میشه 90 ضرب در 3 تقسیم بر 5 برابر با 54. خیلی مشخصه اینجا چی کار کردم، طرف این وسط این کردیم. نگاه کن، 90 ضرب در 3 تقسیم بر 5 زاویه بزرگتر هم داد، زاویه کوچکتر هم 90 ضرب در 2 تقسیم بر 5 طرف این وسط این. درسته؟ حالا زاویه کوچکتر 36ه، چی گفته؟ مکمل زاویه کوچکتر به دست میاریم. مکمل زاویه کوچکتر میشه 180 منهای زاویه کوچکتر 36 برابر با 144 درجه، گزینه شماره 4. خیلی راحت تونستیم به دست بیاریم. اخدی میگه نسبت، شما از نسبت تناسب استفاده کن و در آخر مکمل هم که میگه حواست باشه مکمل زاویه کوچکتر میخواد. سوال بعد، در شکل مقابل اندازه زاویه مشخص شده برابر چیست؟ خب یه دایره به ما داده،
یه مثلث داخلشه، زاویه سبز رنگو میگه اندازش برابر چی. درست شد؟ یه سوال، اصلا چرا این دایره رو به من داد؟ نمیتونست دایره رو نکشه همین مثلث رو به ما بده؟ چه لزومی داشت که این دایره رو داد؟ ببین قشنگ دقت کن، مخصوصا تو سوالات زاویه از خودت بپرس شکل تو چرا بعضی چیزها رو میبینی اضافی. مثلا من الان این شکل رو میبینم، اولین سوالم اینه آقا چرا اصلا این دایره رو کشید؟ چی میخواد به من بگی؟ یه نکته ای داره. نکتهش اینه، نگاه کن توی دایره شعاع دایره با شعاع برابره. نگاه کن قشنگ شکلو، او آ شعاع دایره است، بی او هم شعاع دایره است، درسته؟ یعنی دو تا شعاع داری، شعاع هم با شعاع برابره. فهمیدی چرا دایره رو بهت داد؟ حالا مثلث من چیه؟ شعاع با شعاع برابره. مثلث من مثلث متساوی و ساقینه، دقیقاً به خاطر همین دایره رو بهت داد. پس از خودمون سوال بپرسیم، علت دایره کشیدنش چیه؟ میخواد یه نکته رو به ما بگی. چی؟ میخواد بگه مثلث من مثلث متساوی و ساقینه. اما تو مثلث متساوی و ساقین چه اتفاقی میفته؟ دو تا زاویه ساقت برابره. وقتی ضلع شعاع با شعاع برابره، زاویه آ با زاویه بی برابره. چرا؟ دو تا زاویه ساق تو مثلث متساوی و ساقه. چجوری به دست میاریم؟ میگیم از 180 درجه موجود داخل مثلث 80 تاشو میذارم کنار. میگم 180 منه 80 میکنم میشه 100. 100 میشه کجا؟ آ و بی با هم مجموعش میشه 100 درجه. میدونیم آ با بی برابره، بنابراین این 100 درجه رو باید به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم. 100 رو تقسیم به دو میکنیم میشه 50. زاویه سبز رنگی که از من میخواد برابره با 50 درجه است. گزینه شماره یک به راحتی تونستیم حل بکنیم، به شرط اینکه از خودمون سوال بپرسیم، حواسمون به سوال باشه. دایره رو برای چی داده؟ برای شعاعش داده. این تو ذهنت باشه، معمولا دایره رو رو شعاع مطرح میکنه. یعنی اصلا علت کشیده شدن دایره و رسم و ترسیم دایره اینه، از شعاعش باید استفاده کنیم. بریم سراغ سوال بعدی. اندازه زاویه مشخص شده برابر چیست؟ ام آ و ام سی نیم ساز هستند. ام آ و ام سی نیم سازن. نکتهش رو تو قسمت نکات پیشرفته گفتیم. گفتیم وقتی دوتا زاویه درگیر نیم سازه، دوتا زاویه رو بذار کنار، زاویه سومت رو نگاه کن. اگر نیم ساز زاویه داخلیه، فرمولش چیه؟ هستش امت میشه 90 به اضافه بی دوم، یعنی زاویه سوم رو تقسیم بر دو باید بکنیم. 50 رو تقسیم بر دو میکنیم به اضافه 90 میکنیم، میشه 90 به اضافه 25 برابر با 115 درجه. گزینه شماره یک. خیلی باید راضی باشیم از این فرمولی که تو ذهنمون هست و میتونه ما رو خیلی سریع به جواب برسونه. اگه این فرمول تو ذهنت نباشه، خیلی طولانی میشه مسیری که باید طی بکنی تا به زاویه ام برسی. سوال بعدی، در شکل زیر AB مساوی 2BC و CD مساوی 3BC می باشد. جای خالی عبارت AC مساوی جای خالی ضرب در BD برابر چیست؟ خب قشنگ دقت کنی از اون سوالای جون داره. یه خطی بهت داده، نقاطی رو روش مشخص کرده ABCD، اما این فاصله ها با هم برابر نیست. AB با BC با CD با هم برابر نیست. ولی یه نکته اینجا به ما گفته، صورت سوالت رو نگاه کن. میگه AB مساوی 2BC، یعنی AB شما دو برابر BCه. یه چیز دیگه هم گفته، میگه CD 3BCه، CD شما 3 برابر BCه. قشنگ تو ذهنت جا افتاد؟ CD 3 برابر BCه، AB 2 برابر BCه، چیزی که تو سوال گفته. اما ما باید چی کار کنیم که جا خالی رو به دست بیاریم؟ نگاه کن، میگه وقتی اینو به من گفته، خیلی مهمه، تو صورت سوال گفته، من باید شکلمو این تغییر رو روش بدم. قشنگ فقط این خط رو نگاه کن، فقط خط رو نگاه کن. میگه وقتی گفته AB دو برابر BCه، یعنی من باید تو AB دو تا از این کوچیکا داشته باشم، یعنی یه نقطه این وسط بذارم. و وقتی میگه CD سه برابر BCه، من باید توی CD سه تا از این کوچیکا داشته باشم، یعنی دو تا نقطه بذارم. شکل رو نگاه کن، یه همچین چیزی میشه. الان AB من نگاه کن، دو تا از ایناست، دو برابر BC. CD من 1 2 3، سه تا از ایناست. درست شد؟ الان من شکلم درست شد. من باید خودم نقطه بذارم. نقطت هم نمیخواد نامگذاری بکنی، فقط میتونی همین که نقاطت رو در جای خودش قرار بدی، میبینی که چیه؟ پاره خطای مساوی با هم رو تشکیل دادی. چند تا؟ 1 2 3 4 5 6. خب میبینی؟ اما ما برای اینکه این جای خالی رو به دست بیاریم، باید این ضرب رو حل بکنیم. ضرب رو چه جوری حل میکنیم؟ زیر پاره خطامون عددشون رو میذاریم، معادله میکنیم. آسی چند تاست بچه ها؟ چند تا از این خط هاست؟ از آ تا سی 1 2 3.
از B تا D چند تاست؟ از B تا D 1, 2, 3, 4. پس شما می نویسی 3 مساویه وای ضرب در 4، به جای مجهولمو گذاشتم وای. حالا 3 مساویه 4 وای، وای ضرب در 4 میشه 4 وای. و در آخر ضریب مجهول رو باید تقسیم کنی، 4 وای تقسیم بر 4، 3 هم تقسیم بر 4 میشه وایت برابر با 3 چهارم، یعنی جا خالی شما که وای بود برابر با 3 چهارم شد. خیلی راحت تونستیم این سوال حل بکنیم و میدونی که نکتهش همینه. وقتی یه همچین مسائلی رو داره مطرح میکنه، یه همچین نسبتی رو داره میگه، خودت باید نقطه گذاری بکنی و بعدش بتونی مسئله رو حل بکنی. بریم سراغ سوال بعدی. تعداد قطرهای یک چندزلی برابر با 35 می باشد، مجموع زوایای داخلی آن چند درجه می باشد؟ شبیه همینو همین الان حل کردیم، داره مانور میده روی تعداد قطر و حالا مجموع زاویه داخلی. بچه نقل کن، باید بتونی اینو حل بکنی. میگه تعداد قطر یک چندزلی 35 است. اولا سوال ما چیه؟ چندزلی ما چند تا زل داره؟ حالا خب باید از فرمولش کمک بگیریم. تعداد قطر انزلی میشه n ضرب در n منهای 3 تقسیم بر 2. اینجا گفته تعداد قطر 35، شما بذار 35. یا معادلهشو حل کن. تو قسمت معادله فصل قبلی ما کامل توضیح دادیم چجوری این معادله حل میشه. یا معادلهشو حل بکن یا جا خالی تو از طریق حدس به دست بیار، حدس و آزمایش. الان جای خالی من n من میشه برابر چی؟ n من میشه 10. اگه بذاری 10، 10 ضرب در 10 منویسه میشه 7، 10 ضرب در 7 تقسیم بر 2 میشه 35. پس شما چند ضلعی داری؟ 10 ضلعی داری. حالا میگه مجموع زوایای داخلی 10 ضلعی چیه؟ فرمول داره، مجموع زوایای داخلی n ضلعی میشه n منهای 2 ضرب در 180. شما میذاری 10 منهای 2 ضرب در 180، یعنی 8 ضرب در 180 برابر با 1440. گزینه شماره 3. به راحتی تونستیم به دست بیاریم. فقط کافی از فرمولای خودش به درستی و در زمان مناسب استفاده بکنی. سوال بعدی. A B C D یک مربع و A B E مثلث متساوی الاضلاع می باشد، اندازه زاویه ای یک برابر چیست؟ خب به شکل دقت کنی از اون سوالای جون داره. میگه A B C D این چهار ضلعی این پای مربع، A E B هم این مثلث بالاییه، مثلث متساوی الاضلاع. قشنگ شکلتو نگاه کن ببین من میخوام چی بهت بگم. وقتی میگه این مثلث بالاییه مثلث متساوی الاضلاع، یعنی AB مساویه AE مساویه BE، همین سه تا ضلعی که خط قرمز رنگ رو باش مشخص کردم. نگاه کن این سه تا ضلع با هم برابره. چرا؟ چون مثلث متساوی الاضلاع. بریم سراغ مربع. قشنگ دقت کن، وقتی میگه این ABCD مربعه، ضلعی مربع هم با هم برابره، یعنی AB مساویه BD مساویه CD مساویه AC، این چهار تا ضلع با هم برابره. قشنگ دقت کن، اینجا مهمترین قسمتش. وقتی شما داری BD مساویه CD مساویه AC مساویه AB، یعنی این سه تا خط آبی رنگت برابر با این خط قرمز هم هست دیگه، این قرمز هم که با هم برابره. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ یعنی همه این خطه که با رنگ قرمز و آبی با هم مشخص کردن با هم برابره، همه این خطه با هم برابره. خب حالا وقتی به من میگه زاویه ای یک به دست بیار، منو میبره تو این مثلث کوچیکه، مثلث بی دی ای. نگاه کن مثلثو، وقتی به من میگه ای یک به دست بیار، یعنی من رمز و راز حل مثلم تو این مثلث است. بنابراین باید خودم رو یه خوردش انتقال بدم به این مثلث و بتونم از این مثلث کمک بگیرم برای به دست آوردن ای یکم. قشنگ دقت کن. حالا شما نگاه کن، میگی که من الان تا الان گرفتم که همه این خط و همه این ضلع با هم برابره. خب چه اتفاقی میفته؟ این مثلثی که گفتم نگاه کنی، یه دونه ضلعش بی دیه، یه دونه ضلعش بی ایه. از همینجا ما نتیجه گرفتیم بی دی مساوی بی ای. چرا؟ چون گفتیم خطای آبی رنگ با قرمز رنگ برابر شد به واسطه این دوتا نکته ای که گفتم. حالا که گفتی بی ای مساوی بی دیه، مثلثت اسمش چی میشه؟ چه نوع مثلثی میشه؟ میشه مثلث ای بی ای ما یه مثلث متساوی و ساقینه. چرا؟ چون ساق بی ایش با ساق بی دی برابره. درسته؟ بنابراین زاویه ای یک، زاویه ساقت، با زاویه دی که داخل مثلث برابر میشه. یه زاویه سومی هم داره. زاویه چی؟ زاویه بی. اگه من زاویه بی رو به دست بیارم تقریبا میتونم بگم مسئله حل شده است. اما زاویه بی رو میتونیم به دست بیاریم یا نه؟ قشنگ دقت کن، زاویه بی ما دو تیکه شده، یه تیکش تو مثلثه، مثلثمون هم متساوی الاضلاع، یعنی اندازه هر زاویه‌اش 60 درجه است.
پس بنابراین یه تیکش 60 درجه است، یه تیکش هم داخل مربع، مربع زاویه‌اش چند درجه است؟ 90 درجه است. زاویه بیا نگاه کن، یه 60 درجه با یه 90 درجه، یعنی کل زاویه بیا چقدر میشه؟ زاویه بیا شما میشه 60 به اضافه 90 میشه 150 درجه. خب مثلثمون هم که یه مثلث متساوی و ساقینه، تو مثلث متساوی و ساقین اگه زاویه رأس رو داشته باشی، دو تا زاویه ساقط رو میتونی به دست بیاری، میشه چی؟ میشه 180 از این 150 کم بکن. خب بعد ببین چقدر میمونه، 30 درجه میمونه. 30 درجه رو باید بین دو تا زاویه ساقط تقسیم کنی، 30 رو تقسیم بر 2 میکنی میشه برابر 15، یکت میشه برابر با 15 درجه. یه خورده سوالش مفهومیه، باید تصور کنی، باید بتونی ثابت بکنی که این مثلث ABD‌ت مثلث متساوی و ساقینه و بعدش بتونی زاویه B‌ت رو به درستی محاسبه کنی و مسئله‌ت رو ادامه بدی. بریم سراغ سوال بعدی. میگه کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟ شکلی که حداقل یک زاویه بزرگتر از 180 درجه داشته باشد چند ضلعی مقعر نامیده می‌شود. بچه‌ها این درسته یا نه؟ میگه شکلی که حداقل یه دونه زاویه بزرگتر از 180 داشته باشه. بله، تعریفش تو قسمت نکات پیشرفته گفتی. گزینه دو ببینیم درسته یا نه. میگه شکلی که تمامی زوایای داخلی آن کوچکتر از 180 باشد چند ضلعی محدب نامیده می‌شود. بچه‌ها درسته؟ بله، اینم دقیقاً تعریف چند ضلعی محدبه. گزینه شماره 3، در یک چند ضلعی منتظم فقط زوایا با هم برابرند. درسته؟ میدونیم در چند ضلعی منتظم هم زاویه ها برابرند هم اضلاع. پس گزینه 3 ما به نظر میرسه نادرست باشه. گزینه 4 رو بررسی کنیم. میگه هرچه تعداد ضلع‌های n ضلعی منتظم افزایش یابد، اندازه هر زاویه آن بیشتر میشود. بچه ها هر چقدر تعداد ضلع‌هامون بیشتر بشه، اندازه هر زاویه‌مون بیشتر میشه. درسته. گزینه شماره 4 مون هم درسته. از فرمولش هم میتونیم به این نتیجه برسیم. 3 ضلعی مجموع زوایای 180، 4 ضلعی 360، 5 ضلعی 540 درجه است. بعد تقسیم بر تعداد اضلاعش هم که میشه، اندازه هر زاویه‌اش بزرگتر میشه و این نکته شماره 4 درسته. تنها گزینه‌ای که خودمونم قبلا متوجه شدیم که کامل نیست و یه خورده ناقص به ما گفته و غلطه، گزینه شماره 3، در چند ضلعی منتظم هم زاویه با هم برابره و هم اضلاع. اینم از این. بریم سراغ سوال آخر. میگه کدام یک از چند ضلعی زیر مقعر میباشد؟ خب الان تعریفش تو همین سوال هم داشتیم. کدومش مقعره؟ چند ضلعی که حداقل یه دونه زاویه بزرگتر از 180 داشته باشه. شکل یکو نگاه کن، همه زاویه‌هامون، سه تا زاویه‌مون کوچیک‌تر از 180 این محدبه. شکل شماره 2 مون هم همینطور محدبه. شکل شماره 4 مون هم همینطور، 4 هم محدبه، همه زاویه‌هامون کوچیک‌تر از 180. اما شکل شماره 3 مون زاویه که مشاهده میکنید بزرگتر از 180، یه دونه زاویه بزرگتر از 180 داره. پس چند ضلعی مقعر ما میشه گزینه شماره 3. به راحتی تونستیم تشخیص بدیم به شرطی که تعریف اون تو ذهنت وجود داشته باشه. تو این تیپ سوالات خیلی باید شروع کنی به حل کردن. بهت پیشنهاد میکنم شروع کن به حل کردن سوالات و استفاده از نکاتی که بهت گفتیم تا بتونی مسلط بشی رو مباحث این فصل.